سازمان افا بین اعلام کرد دولت نیجریه باید روحانی شیعه شیخ ابراهیم زگزاکی و همسرش را فورا از زندان آزاد کند ماکمید کامارا رئیس موقت افا بین در نیجریه در این باره گفت مهلت 45 روزه برای آزاد کردن آنها به پایان رسیده و اگر دولت از روی عمد احکام دادگاه های خود را رعایت نکند این اقدام به منزله اخلالگری آشکار و خطرناک در اجرای قانون است. کامارا با تاکید بر غیرقانونی بودن حبس زکزکی خاطر نشان کرد. این اقدام شاید بخشی از تلاشی گسترده برای لاپوشانی جنایت های هولناکی است که نیروهای امنیتی در دسامبر 2015 در زاریا مرتکب شدند. دادگاه حالی فدرال در ابوجا پایتخت نیجریه در دوازدهم آذر ماه جاری دستور آزادی بیغید و شرط شیخ زگزاکی و همسرش را صادر کرده و بازداشت آنها را غیرقانونی خوانده بود این در حالی است که سرویس امنیتی دولت نیجریه پیشتر اعلام کرده بود که زگزاکی را به منظور محافظت از وی در بازداشت نگه داشته است موج سرکوب شیعان در نیجریه از آذر ماه سال گذشته با یورش نظامیان این کشور به حسینیه شهر زاریا در ایالت کادونا آغاز شد که در جریان آن حمله تعدادی زیاد از شیعیان از جمله سه فرزند شیخ زگزاتی به شهادت رسیدند و تعداد کثیری نیز بازداشت شدند بسیاری از سازمان های بین المللی حقوق بشری این کشتار و بازداشت های آن را محکوم کردند سازمان حفظ بین الملل اوایل اردی بهشت 1395 سال جاری ارتش نیجریه را به کشتار شیعیان دفع کردن آنها در گروه های جمعی و نابود کردن مستندات مرتبط با این جنایت متهم کرده بود. این سازمان بین المللی همچنین تصاویری ماهواری به گزارش خود زمیمه کرده بود که محل گورهای دست جمعی شیعیان در نیجریه را نشان میداد.